گذشتن از اینجا به هفت خانه رستم میماند. یک تلاش دیگر برای رسیدن به آن طرف مرز. اینجا بندر کاله در شمال فرانسه است. مقامات حدس میزنند حداقل 2000 پناهجو از کشورهای خاورمیانه، شمال افریقا و افغانستان در اینجا منتظرند تا به طور غیر قانونی و با مخفی شدن در کامیون ها عازم بریتانیا شوند. ما میخوایم با مخفی شدن در کامیون ها به بریتانیا بریم. بعضی اوقات پلیس اینجاست، ما رو دارن تماشا میکنن و گاهی حتی رو ما گاز میپاشن. مطابق قانون پلیس فرانسه باید کسانی را که برگه هویت معتبر ندارند به بازداشتگاه های مهاجرین انتقال دهد. اما تعداد پناهجویان غیر قانونی آنقدر زیاد است که تا هنگامی که مشکل پیش نیاید و یا پناهجوی قصد عبور غیر قانونی از مرز را نداشته باشد، پلیس فرانسه چشمهایش را بر روی آنان می‌بندد. با این حال اخیراً پلیس بیش از 800 پناهجوی غیر قانونی را از پارک های این بندر بیرون کرد و گفت به دلیل نبود امکانات بهداشتی آنها سلامت دیگران را به خطر می اندازد. این پناهجویان اما حالا در گوشه و کنار این بندر وقت می گذرانند. احمد چند وقت پیش توانست خودش را به شهر رویاهایش لندن برساند، اما دیر نگذشت که اخراج شد. یه تعداد ما برای کار میریم و یه تعداد هم برای تحصیل. ما در کشورمون این فرصت رو نداریم. اگه خوش شانس باشیم به مقصد میرسیم، ولی اون راننده کامیون که داره به ما نگاه میکنه رو متوجهش باشید، داره حرفای ما رو میشنوه. پناهجویان از راه‌های مختلف سعی میکنند خود را به کامیون‌های عازم بریتانیا برسانند، اما مشکل اینجاست که راننده ها هم حالا دیگر با مهارت‌های پناهجویان آشنا شدند. ببین اونا خودشونو اینجا قایم میکنن. کسانی هم با تحمل سختی های خودشان را به این طرف مرز رساندند. مانند این دوست احمد که حالا لندن زندگی میکند. بله من احمد خیلی خوب میشناسم. اون دوست من و اونورتر کار میکرد. آنهایی که خودشان را به اینجا رساندند راه و خطراتش را به بقیه دوستانشان توصیه نمیکنند. ایمل 12 سال از لندن زندگی میکند. دوستانی تو افغانستان دارم که میخوان بیان، ولی آسون نیست. بعضیاشون از من میپرسن که چه جوری میشه اومد. براشون میگم نیان. بنادر اروپایی این روزا شرایط سختگیرانه ای دارن. ایمل میداند تا رسیدن به اینجا چی سرش گذشته. این توصیه ها اما هیچگاه مانع تلاش های احمد و دوستانش برای رسیدن به این طرف مرز نخواهد شد. بندر کاله برای بسیاری از پناهجویان دروازه به سمت سرزمین رویاهاست. طاهر قادری، BBC.